بشتابی کمدی در دو پرده با شرکت دلقک همیشه گریان شیخ بوزقلمون صدیقی. اگه ندیدید حالا ببینید. ما امروز قوی هستیم، ما مقتدریم، ما منسجمیم، ما یک پارچه ایم، ما اقتدارمون به اینه که یک محور داریم، یک رهبر داریم، یک پرچم دار همه را زیر یک پرچم گرفته. اگر چند پرچم بود و چند گروه بودیم، ما متفرق بودیم، نیروی کافی نداشتیم. ما از هر زمان دیگری منسجمتر و مقتدرتر هستیم. بود آمارگی ها در بزنی ها اینقدر فشار روحی داشته از گرستشی ببینیم. زیاد تعجب نکنید دوستان، اقتدار و انسجام ولایی این مدلی دیگه. بیچاره سیلی میزنه تو صورتش که سرخ بمونه، اما اشکش در میاره. بالا تا پایین نظام دارن همدیگر رو تیکه پاره میکنن، بعد این اومده روزه انسجام و اقتدار میخونه. حالا حج الاسلام آبگوره، یه چشمه از این اقتدار بیا ببینیم. نکته بعدی مسئله مذاکره تیم ایرانی بود با 5+1 در ژنو، که ایران بر اساس اعتبار مدنی، اعتبار فرهنگی، اعتبار اخلاقی، اعتبار دینی که دارد، فضایی رو که در دنیا مطالبه می کند، فضای گفتگوست، فضای مذاکره است، فضای اتمام حجت است، فضای عقلانیت است. این هم برای ما استراتژی است و هم تاکتیک است. چی؟ هم استراتژی هم تاکتیک؟ این هم برای ما استراتژی است و هم تاکتیک است. یواش یواش ترمز کن لب پدگاهی، زهرخوری که دیگه تاکتیک و استراتژی نداره که. طرف پاچ قاطی کرده، سید علی بهش گفته هم برو عرعر اقتدار بکن هم میونیو مذاکره. واسه همین بدبخت اینجوری بکسوبات کرده. آخه یه بوم و دو هوا که نمیشه حاجی. این چه مذاکره ای که هم فضای گفتگو توشه هم اتمام حجت؟ اونها اگر مذاکره را بپذیرن، یک فرصتی است که این بحرانی که برای خودشون درست کردن، این بدنامی که برای خودشون درست کردن، این به نفعشون است. البته برای ما هم گشایش های خواهد بود، ولی ما اینجور نیستیم که اگر اونا در مذاکره به بن‌بست رسیدن و نتوانستن با ما کنار بیان، ما احساس بکنیم که بدون اونها ما نمیتونیم زندگی کنیم. ببین تو این دریبری ها رو میگی که بسیجی های مخمشنگ و حال بیاری دیگه، نه؟ حالا میخوای بدونی واکنش همون بسیجی ها از شنیدن حرفای تو چجوریه؟ محسن جان نشونش بده. در ژنو که ایران بر اساس اعتبار مدنی، اعتبار فرهنگی، اعتبار اخلاقی، اعتبار دینی که دارد، فضایی رو که در دنیا مطالبه می کند، فضای گفتگوست، فضای مذاکره است، فضای اتمام حجت است، فضای عقلانیت است. این هم برای ما استراتژی است و هم پیروزی. این هم برای ما استراتژی است و هم تاکتیک است. اینطور که پیداست دیگه باجماج خبری نیست.
یا سیدلی زهر و زنقبوت و سر میکشه و سم میزنه جیگرش رو سیاه و کبود میکنه، یا اینکه یه بلایی تو مایه همین بسیجیه که دیدی سرش میاد، نظرت چیه؟ بود آوارگی ها در به دریا اونقدر فشار روحی داشته از گرستشی ببینیم. موسیقی